جنگ تحمیلی توان جنگندگی و پشتیبانی بارگردهای ما نقش اساسی در پیشبرد اهداف رزمی داشتند و خلبانان این مرز و بوم جانفشانی های ارزشمندی را در خاطر آهک کردند. اما فعال نگه داشتن و پشتیبانی تعمیراتی این ناوگان عظیم نیز قدرت و ارزش دیگری از توان و تخصص نیروهای پشت جبهه را چه در زمان جنگ و چه بعد از آن داشته است. شرکت پشتیبانی و نوسازی بارگردهای ایران پنها در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع این وظیفه را بر عهده دارد، به طوری که ایران را در زمره کشورهای بزرگ دارنده این صنعت همچون آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین قرار داده است. این صنعت در قبل از انقلاب اسلامی به طور کامل توسط آمریکایی‌ها اداره می‌شد که با وقوع انقلاب اسلامی و خروج آنها و علارغم تحریم‌های فنی و صنعتی به دست توانمند متخصصین ایرانی اداره شده و توسعه یافته است. ما در این برنامه گوشه‌هایی از مراحل تعمیر و بازسازی بارگرد را نشان می‌دهیم. مجموعه سالن‌ها و فضاهای تعمیراتی به طور کلی در سه بخش اصلی قرار می‌گیرند: سالن اصلی مونتاژ و دمونتاژ بارگرد، سالن مراکز تعمیرات ملحقات بارگرد و بالاخره مجموعه آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری و کالیبراسیون. بارگردهای تعمیراتی با دو وضعیت وارد عملیات اوورهال می‌شوند: بارگردهایی که ساعت پرواز و ماموریتی آنها کامل شده و الزاماً بایستی اوورهال شوند، و بارگردهایی که در حین ماموریت دچار نقص فنی شدند. کارشناسان در بازرسین نوع اقدامات تعمیراتی را که باید روی بارگرد صورت گیرد را تعیین و در فرم‌های خاصی تنظیم می‌کنند. بارگرد به سالن اصلی عملیات اوورهال آغاز می شود. قطعات اصلی مانند دوم، ملخ، موتور و گیربوکس از روی بارگرد باز می شود. کلیه این قطعات جهت انجام مراحل بازبینی و تعمیر و تعویض به سالن و مجموعه های تعمیراتی منتقل می شود. یکی از مهمترین این قطعات موتور و گیربوکس بارگرد است. در این سالن موتور و گیربوکس را به طور کامل باز کرده و کلیه قطعات تشکیل دهنده را پس از تمیزکاری روی میز قرار می‌دهند. کارشناسان آنها را بازبینی و بررسی می‌کنند. قطعاتی که نیاز به تعمیر دارند در کارگاه‌های مربوطه تعمیر می‌شوند، ولی موارد کاملاً معیوب با قطعات نو تعویض خواهند شد. این عملیات با دقت تمام و البته با استفاده از ابزارها و دستگاه‌های خاصی صورت می‌گیرد. کابین بارگرد همچنان در سالن اصلی و روی قالب‌های نگهدارنده خاص خود قرار می‌گیرد. ساختمان این قالب‌ها از چنان دقت خاصی برخوردار است که عدم تنظیم آنها موجب بروز اشکال در ساختار بدنه و کابینی بارگرد خواهد شد. هر نوع بارگردی قالب خاص خود را دارد. تعمیر بدنه بارگرد روی این قالب‌ها آغاز می‌شود.
یکی از نقاط حساس و آسیب پذیر بالگرد ملخ آن است. در کارگاه تعمیر ملخ ابتدا سطوح آسیب دیده را به وسیله مواد خاصی ترمیم می کنند. منظور بررسی زوائد و ترک های احتمالی به وسیله دوربین خاصی به نام بروسکوپ همه زوایای داخلی را رویت می کنند. همچنین ملخ را به وسیله دستگاه های خاصی بالانس می کنند تا دقیقا در نقاط تعیین شده متعادل شود. بالگرد در سالن اصلی روی قالب‌های نگهدارنده قرار می‌گیرد تا عملیات تعمیراتی روی آن صورت گیرد. هر نوع دوم بالگرد نیز آله و استند تعمیراتی خاص خود را دارد و البته بخشی از ملحقات نیروی محرکه و چرخندی ملخ روی دوم از داخل آن عبور می‌کند. تعمیر گیربکس و موتور کلیه قطعات نو و تعمیر شده توسط بازرسین تایید می شود و سپس توسط تکنسین های فنی مونتاژ و به حالت اولیه خود باز می گردد. در این مرحله تست عملکرد صحیح گیربکس و موتور به وسیله دستگاه های خاصی صورت می گیرند. لوله های سوخت رسان، قطعات هیدرولیک و پمپ ها بازرسی و تست می شوند. در کارگاه تعمیراتی و کارگاه NDI قطعات مختلف را تست ترکیابی می کنند. به این منظور ابتدا قطعات را با مایه خاصی شستشو می دهند. سپس با تابش امواج الکترومغناطیسی و ماورای بنفش روی آن ترک های احتمالی را تشخیص می دهند. در این کارگاه ها قطعات مذکور را چربی زدائی و شستشو می دهند و پس از خشک کردن به وسیله مواد فلزی هم نوع روی قطعه را می پوشانند. بدین شکل قطعات را احیا می کنند.